حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس ایران گفت حفظ نظام حتی از حفظ جان امام زمان عجل الله فرجه هم مقدم تر است. در طول 40 سال پس از استقرار نظام ولایت فقیه در ایران، همواره دین و به ویژه مقدسات و معتقدات شیعه دستاویز و ابزار سوء استفاده و اهرم سیاسی نظام ایران بوده است. ابتدا به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه بفرمایید. نماینده رفسنجان در مجلس ایران گفته حفظ نظام حتی از حفظ جان امام زمان عجل الله فرجه هم مقدم تر است. این اولین باری نیست که یک مسئول در نظام ایران مقدسات و معتقدات شیعه را دستاویز اهداف و منافع سیاسی خود قرار می دهد و در طول 40 سال اخیر همواره رهبر ایران را نائب امام زمان نامیده و دستورات او را همسنگ دستورات آن حضرت عجل الله تعالی فرجه می داند. همواره مواضع و سخنرانی‌های مسئولان عالی نظام ایران و ائمه جمعه و نمایندگان رهبر این کشور در استان‌ها موجب وهن مذهب شده و حتی منجر به بی‌حرمتی بخشی از مردم ایران به ویژه نسل جوان به نمادهای مذهبی و حرمت شکنی نسبت به لباس روحانیت شده است. از سوی دیگر نظام ایران حجاب شرعی زنان را از یک واجب فقهی تبدیل به یک پایه اقتدار سیاسی خود کرده و با این اجبار حکومتی آن هم با روش‌های خشن و غیر انسانی که هیچ مبنای دینی ندارد نفرت و انزجار بخشی از زنان و دختران جوان به حجاب اسلامی را دامن زده است. حسین جلالی نماینده هتاک به ساحت امام زمان عجل الله فرجه در بخش دیگری از سخنانش رهبر ایران را به امام اول شیعیان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تشبیه کرد. از بزرگترین خیانت‌های نظام ولایت فقیه به مبانی تشیع این است که رهبر ایران را علی زمان و نائب و جانشین امام زمان عجل الله فرجه می‌خوانند و طبعا مخالفان و منتقدان او را دشمن امام علی علیه السلام و مخالف جانشینان امام زمان و به تبع خود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه قلمداد می‌کنند. آیت الله خمینی رهبر پیشین ایران نیز گفته بود که حفظ نظام از اوجب واجبات است و در جای دیگری گفته بود حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام زمان عجل الله فرجه باشد اهمیتش بیشتر است. نظام ایران و نمایندگان منصوب شورای نگهبان مستأصل از سرکوب معترضان در ایران پس از 2 ماه خونریزی و کشتار بیش از 300 نفر و مجروح ساختن هزاران تن این بار به خود این جسارت را می دهند که به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه اهانت کنند تا شاید از طریق انتساب خود به حضرات معصومین که به حکم لایقاس و بنا احد خیالیست باطل به حکومت خیش شرعیت ببخشند. غافل از این که برای نسلهای وای و زد این حنا دیگر رنگی ندارد. سعید بهاری، اخبار شیعه. دکتر مهدی خزعلی، دبیر کل جبهه آزادی از تهران با ما هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. با سلام خدمت شما و عرض تسلیت مصیبت هایی که در این ایام بر مردم ما رفت. آقای دکتر، بر پایه چه مبنای شرعی و اعتقادی در نظام ایران مقامات به تشبیه رهبران نظام به شخصیت‌های صدر اسلام و به ویژه ائمه شیعه علیهم السلام می‌پردازند؟ بفرمایید. عرض کنم که اساساً این ذوات مقدس قابل تشبیه با کسی نیستند. اما این جمله‌ای که این نماینده گفته است و در مقابلش اعضای شورای نگهبان خدمت مرجع عالیقدر آقای وحید خراسانی رسیدند و آقای کعبی گفتش که مگر حفظ نظام از اوجب واجبات نیست و آقای وحید فرمودند که نه هر نظامی، نظام ارزشی اسلام، بله در راه حق، در راه اعتلاء کلمه الله پیامبر عظیم الشأن اسلام که خداوند به عمر او قسم می‌خورد لعمرک می‌زند، او هم شهید شده است، امیر المؤمنان هم شهید شده است، همه ائمه شهید شدند و امام زمان هم شهید می شود برای مسیر الهی در راه حق. اما دین چیست؟ الدین هو رجلون، اساس دین ولایت است.
پیامبر است، اهل بیت علیهم السلام هستند. همه ماها در زیارت جامعه کبیره میگیم که به ابی انت و امی و نفسی، هممون پدرمان مادرمان و خودمان فدای یک تار موی حضرت حجت. این چه تعبیر ناروایی است که حضرت عمرش نخیر. اگر مشروعیتی برای ما باشد، برای شهدا، برای ما که رفتیم جبهه جنگیدیم به نام حضرت، برای اینکه بگیم مقدمه ساز ظهور باشیم، همینقدر فضا رو آماده کنیم برای اینکه بگیم ما منتظریم. شهادت ما فقط توجیه دارد که بگوییم منتظر اماممان هستیم. همه این نظام اگر اختلاسی نباشد، دزدی نباشد، دروغ نباشد. ببینید امیرالمومنین 12 سال خلافتش عقب افتاد چون حاضر نشد حتی توریه کند. بر موازین حرکت میکند، میگه نه خلافت رو بدید به عثمان. اما من حاضر نیستم یک توریه کنم 12 سال زودتر اقامه قسط عهد کنم. باید بر مبنای صداقت باشد. با دروغ مگه میشه ما بگیم نظام ارزشی اسلام داریم؟ اگر دروغ بگوییم کاری کردیم که چادر از سر زنان میکشند، امامه از سر روحانی میافکنند و بعد به خاطر کار من است، به خاطر من است که پشت دین سنگر گرفتم، مردم میخوان به من ناسزا بگن، به اون روحانی مستضعفی که اگر قدرتی داشت و ثروتی داشت و مکنتی داشت و در حکومت بود که مترو سوار نمیشد، امامه او رو میندازن. امامه اون کسی که باعث شده ای جوان تو به امامه این پیر مرد روحانی کنار خیابون اهانت کنی، جاییست که تو دستت بهش نمیرسد، تو دستت به اون مسئول نمیرسد، به رئیس رؤسای قوا نمیرسد. میایم پیر مرد مستضعف مترو سوار و اتوبوس سوار رو مزاحم میشی. اینا خلاف شرع، خلاف اخلاق، یک سقوط اخلاقی است. و من شاهد بودم به نوامیس شیعه به جرم محجبه بودن اسای ادب میشه و من خودم شاهد بودم. و باید بگم اولا محکوم میکنیم، ثانیا علت رو هم باید درمان کنیم. شما چه کردید به نام دین که مردم این گونه دین گریز و دین ستیز شدن که ما امنیت نداریم؟ اولا وظیفه دارید امنیت نوامیس مردم رو تأمین کنید که یک عده این گونه بد اخلاقی نکنن. اما خودتون رو اصلاح کنید، رفتارتون رو اصلاح کنید. چه حق دارید شما تمام دین رو مصادره کنید؟ اگر میخواهید بدانید معیار اهل بیت هستن، ثقلین هستن. میگه علیون مع الحق و الحق مع علی، اللهم ادر الحق معه حیث ما دار. محور علی است، محور ولایت است، محور حضرت امام زمان ارواح نافدا هست. همه ما اگر حول محور امام زمان گشتیم ممکن است رستگار شویم، وگرنه در حول محور امام زمان هم باشیم اما با امیال و نیات باطل، اون هم رستگاری ندارد. کما اینکه در رکاب پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم طرف میره شهید راه حمار میشه. باید هم حول اون محور بگردیم، هم نیتمون این باشد که ما هر چه داریم در اون مسیر باید باشه. مسیر رو اونها مشخص میکنن، معیار اونها، میزان اونها. حالا شما شدید معیار، امام زمان فدای شما بشه؟ نخیر، تمام این نظام فدای یک تار موی امام زمان ارواحنا فدا. آیت الله خمینی هم حفظ نظام را از اوجب واجبات میدونست و اون را حتی از حفظ جان امام زمان عجل الله هم بالاتر میدونستن. چرا روحانیت انقلابی ایران به این مرحله رسیدن و چرا مراجع تقلید در برابر این انحراف ها سکوت کردن؟ بفرد. ببینید وضعیت در الان بگونه ایست که مرجعیت از حکومت و روحانیت از حکومت بیش از هر عصر دیگری فاصله داره. نگاه نکنیم به یه عده آخوند درباری که مسئولیت دارن، نگاه کنیم به مرجعیت شیعه در نجف، نگاه کنیم به مرجعیت شیعه در قم غیر سیاسی. ببینیم اینها اگر زمانهای بروجردی تذکر می دادند و حاکمیت ظالم تسلیم می شد و می پذیرفت، مرجعیت امروز تذکر هم نمی دهد چون می داند مؤثر نیست، گوش شنوایی نیست. بحث ما اینه مردم حساب دین رو از حکومت ها همیشه جدا کنند. حساب دین رو از من جدا کنید. من امیال خودم رو به نام دین می زارم. می گم من نماینده هستم، من این دینم. نه خیر،
همه ما پرخطا هستیم، دین رو از سرچشمه باید گرفت، از ثقلین، از کتاب و عترت ولا غیر. بله مراجع اگر بتوانند، ببینید من گله نمیخوام بکنم از مرجعیت، چون روحانیت و مرجعیت اونقدر مظلوم است و وقتی که گوش نمیدن مردم، وقتی دارن اساءه ادب میکنن به روحانیت، دیگه لا رأی لمن لا یطاع، وقتی اطاعت نمیشه رأی وجود نداره. من گله نمیکنم چون مظلومیت مرجعیت رو امروز درک میکنم، اما به قدری که میتونم مردم روشن کنن. نظام فقط نظام ارزشی اسلام یعنی ثقلین، بله حفظ ثقلین و امام زمان از هر چیزی بالاتر است، و امام زمان در راه حق نهایتا بعد از دولت مهدوی به شهادت میرسند، پس او هم جانش را مثل اجداد طیبین و طاهرینش فدای حق و اسلام میکند. این حرفی نیست، اما شما خود نظام پندار نشوید، فکر نکنید اون نظامی که میگوییم نظام قسط و عدل علوی و مهدوی ماییم. نه خیر، ما آبروی اسلام رو بردیم در این مدت، کاری کردیم که جوانی که الان ناسزا میگه، الفاظ رکیک به کار میبره، در نتیجه عمل ماست. ما باید عمل کردیم، ما باید استغفار کنیم و شرمنده باشیم در پیشگاه امام زمان که به گونه عمل کردیم که در سرزمین امام زمان، در جایی که لشکر صاحب الزمان قرار شکل بگیره، که اکثر اصحاب صاحب الزمان اولاد عجم هستند در روایت، در این سرزمین خدای ناکرده اساءه ادبی میشه به حرم مطهر رضوی، اساءه ادبی میشه به روحانیت شیعه، اساءه ادبی میشه به حجاب فاطمه زهرا سلام الله علیها. آقای دکتر، سوال آخر، روحانیون نظام حاکم در ایران تا کجا میتونن از مقدسات و معتقدات شیعه برای تثبیت خود و پوشاندن خطاها و معاصی خود بهره بگیرن؟ و کی به این نتیجه خواهند رسید که خرج کردن از دین برای دنیای خودشون هم خطاست؟ بفرمایید. ببینید، در طول تاریخ از همون آغاز از سقیفه شروع شده، از دین خرج کردن برای حکومت هاشون، از قصب ولایت شروع شده، بنی امیه، بنی عباس و بعد عثمانی و صفوی و همه اینها، مردم باید از اینها جدا کنن، دین رو از سرچشمه بگیرند و ببینه آیا او راست میگه. یه موقعی من یه خاطره رو بگم، پدر حالشون بد بود، شب من به عنوان پرستار در کنار پدر بودم، به نوبت فرزندان پرستاری میدادن، بعد از نماز صبح خواستم خارج شم از منزل، گفتن با واکر واسطه بودن، گفتم من کاری دارم و این جمله رو گفتن که بایستی حفظ نظام واجب است. عرض کردم من چه نظامی رو میفرمایید؟ اگر نظام ارزشی اسلام است من جانم رو میدم، اما اگر نظام یعنی افراد، نه خیر، افراد همه فدای نظام ارزشی اسلام باید بشن. نظام ارزشی اسلام این است که شمع بیت المال رو علی که در مسند خلافت است خاموش میکنه، چون طلحه و زبیر کار شخصی داشتن، او که در مسند خلافت نشسته اما خاموش میکنه چون میدونه اونها کار شخصی دارن. شما اگه این پروژکتورهای روی بیلبوردهایی که عکس و تمثال مسئولین رو بر دیوارها زدین خاموش کردید، میفهمیم داریم برمیگردین به سمت علوی بودن، به سمت مهدوی شدن. شما مهدوی بشید، چشم، ما هستیم در خدمت. تشکر میکنم آقای دکتر از تماس ارتباطتون. موفق باشید، خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. دکتر مهدی خزعلی، دبیر کل جبهه آزادی از تهران با ما بودند.